در تاجیکستان روزهای فرهنگی روسیه گذرانده می شود. حکم نوبتی نسبت اعضای حرکت اسلامی در تاجیکستان. جریمه ها برای حجاب در تاجیکستان. از 23 تا 27 سپتامبر سال جاری در تاجیکستان روزهای فرهنگی روسیه گذرانده می شود. در این خصوص خدمات اطلاعاتی وزارت فرهنگی تاجیکستان خبر می دهد. طبق اطلاع منبع، هیئت وکیلان رسمی روسیه به شهر دوشنبه سنه 23 سپتامبر تشریف می آورد. به هیئت وکیلان انسامبل اکادمی دولتی اوید رقص و بازی روس آلان و انسامبل یکخانان مسکوسکای تریوی کنسرواتوری شهر مسکو داخل می باشند. مراسم رسمی کشاده شوی روزهای فرهنگی روسیه در تاجیکستان سنه 24 سپتامبر در تئاتر اکادمی دولتی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی برگزار می گردد. در چارچوبه چهارابینی های فرهنگی هیئت وکیلان روسیه اینچنین با کنسرت در شهر نارک برآمد خواهند کرد خبر می‌دهد وزارت فرهنگ. یادرس میکنیم که کمی پیش آخری ماه آگوست سال جاری برای تعلیم دادن در مکتب های تاجیکستان از طرف روسیه یک گروه آموزگاران و 60,000 عدد کتاب ها به زبان روسی ارسال کرده شد. با عقیده کارشناسان قدم های زیرین روسیه نه اینکه برای کمک گومانیتری یا بشردوستی بلکه برای باقی ماندن نفوذ فرهنگی خود در تاجیکستان گذاشته می شود. دادگاه ولایت سوخت یکی از فعالان حرکت اسلامی حزب تحریر را به مهلت 6 سال و 6 ماه از آزادی محروم نمود. در این خصوص خدمات اطلاعاتی پراکوراتور جنرالی تاجیکستان خبر می دهد. شریف الله خان علیف طبق ماده 307 قسم 2 کودکس جنایی دعوت عموی با راه زوراوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان تکراران صادر نمودن عبدور دونسته شده به مهلت 6 سال و 6 ماه از آزادی محروم شد گفته شده است در خبر. آخرین دفعه او را به مهلت 10 سال سنه 2007 دادگاهی شهر خوجند از آزادی محروم کرده بود و با سبب عفو سال 2013 به آزادی برآمده است خبر دادن در پراکوراتور جنرالی. مهلت جزا را محکوم شده در کلونی نظامش مخصوص ادا می نماید. گروه سیاسی اسلامی بین الخلقی حزب تحریر سال 1953 در فلسطین تشکیل شده است. هدف اساسیش از نو برقرار کنی دولت خلافت می باشد. علاوه بر این طبق سندهای رسمی گروه هدف زیرین نه با راه زوراوری بلکه با راه سیاسی بوده طبق منهاج پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم تا هجرتشان به شهر مدینه رسیده می شود. در تاجیکستان فعالیت حزب تحریر از سال 2001 با قرار دادگاه عالی منع کرده شده است. در قانونگذاری تاجیکستان برای پوشیدن لباسی غیر ملی جریمه پیش بینی کرده نشده است و حرکت بعضی نمایندگان ساختارهای دولتی که امروز به زنان برای پوشیدن حجاب با جریمه های کلان تهدید می نمایند غیر قانونی به حساب می رود. خبر می دهد آژانسی اطلاعاتی ازیا پلوس تکیه به منبع خود در پارلمان تاجیکستان. نرمه مذکور شهروندان را مجبور می کند که به طلبات رعایت نمایند ولی برای رعایت نکردن از طرف قانونگذاری کشور جریمه ها پیش بینی کرده نشده است گفته می شود در خبری آژانسی. با سوال مذکور خبرها به منبع خود برای عنیق کردن مراجعت نموده است که چی طور در عمل قانون درباره به تنظیم درآوردن رسم و آیین ها و جشن ها اجرا می گردد. مشاهد عبدالرحمن عبداللهزاده در رفت همصحبت با خبرنگارمان عاید وضعیت مذکور چنین شرح داد. بله، در حقیقت حالت پیدا نگردید است که کسی را برای پوشیدن حجاب جریمه بسته باشند، ولی تعقیب زنان به طور زیل قرار می گیرد. نمایندگان ساختارهای گوناگون خانه به خانه و در کوچه ها می گردند،
агар зани бо ҳиҷоб гузарад, ӯро боздошт намуда, то он даме ки ҳиҷобро бадар накунад, раҳоӣ намекунанд. Дар акси ҳол ӯро ба шӯъбаи полис мебаранд ва дар онҷо ба зан фишори пурзӯртари рӯҳӣ мегузаронанд ва оиди дастгир шуда маълумотҳои пурра нависта мешавад. Ғайр аз ин ба ӯ бо ҷаримаҳои калон таҳдид менамоянд. Дар натиҷа аксарият занон маҷбур шуда рӯймолҳояшонро ба дар мекунанд. Зеро мо қонунро барои саодат